درود بر همیانان ارجمند، شاهین نژاد هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان در این برنامه که 14 برنامه از سلسله برنامه های تفسیر و تحلیل تاریخ معاصر ایران از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی است. خدمتون هستیم. از آغاز صفویه، از برآمدن شاه اسماعیل آغازیدیم و در نشست پیشین که نشست 13 بود باز به بخشای دیگری از دوره رضاشاهی پرداختیم. امروز در نشست 14 میکوشیم که علارغم همه نقاط بسیار روشن و کارنامه درخشان رضاشاه و دوره رضاشاهی ببینیم چه کارهایی میتونست بهتر انجام بشه و به هر حال یک نقدی به شرایط آن زمان داشته باشیم و آنچه که نهایتاً منجر به حمله متفقین به ایران شهریور 20 و تبعید رضاشاه کبیر از ایران شد و جریاناتی که پس از اون رخ داد. شهرام گرامی، درود بر شما. درود شاهین جان، درود بر بینندگان. ما معمولا تاریخ رو پیش بینی نمی کنند، چون تاریخ در گذشته انجام شده، آینده رو باید پیش بینی کرد. بنابراین هدف ما این نیست که تاریخ رو پیش بینی کنیم، بگیم اگر فلان اتفاق نمی افتاد چی می شد، یا اگر فلان کس این اقدام رو نمی کرد چی می شد. ولی می شود به جهت این که هدف ما از این تحلیل و بررسی این است که بیایم برسیم به امروز روزمون و ببینیم که چگونه می شود از احتمالا اشتباهات تاریخی دوری کرد و اونو سرمشقی کرد برای اینکه مطمئنن تو جاده درستی رو به آینده حرکت کنیم. نکاتی رو میگیم که ممکنه حالت نقد و بررسی داشته باشه. در این حال هیچ وقت نمیشود گفت که اگر این اتفاق نمیافتاد چی میشد. مثلا در یه مسابقه فوتبال یه تیم حمله میکنه، رو بازیکن خطا میشه، باید داور پنالتی بگیره، پنالتی نمیگیره و همون تیمی که پنالتی رو براش نگرفتن در طول بازی 3 گل میخوره و میبازه. یکی ممکنه بگه خلا اگه اون پنالتی هم براتون میگرفتن شما 3-1 میباختید، ولی واقعیت اینه که ممکنه بود با همون پنالتی اون تیم جلو بیفته و اصلا ورق برگرده و به گونه دیگر شرایط رقم بخوره. خب شهرام جان، ما یه مقداری به چند تا از رجال سیاسی گردن کلوف و دولت مردان دوره رضاشاه اشاره کردیم، به چالش هایی که سر راه رضاشاه برای درست کردن کشور بود پرداختیم که مهمترینش همون میراث تلخ 1300-400 ساله‌ای بود که همراه عنصر ایرانی بود و باعث می‌شد که دغلکاری، نادرستی، دزدی، بیخیالی، تنبلی، زد و بند که متأسفانه بخشی از فرهنگ و سنت اسلامی ما در ایران شده، در اون روزگار شرایط رو برای رضاشاه و یارانش برای اینکه کشور رو چارنل به جلو ببرن سخت و سخت‌تر کنه. حالا رشته سخن بهت میدم شهرام جان، بریم یکم جلو به طرف پایان دوره رضاشاه ببینیم که چه گذشته. ببین، از اینجا در حقیقت بخش برای امروز نزدیکتر و کلیدیتر و محسوس‌تر آغاز میشه و بخش ورشکستگی مهتران ایران به ویژه خیلی خوب ادامه میشه، چون از زمان رضا شاه تا به امروز ما دو تا گروه داریم. یه گروهی هستن که میگن که هر کاری که کرده بود، یعنی بخش بزرگ کاری که کرده بود بیهوده بود و پرت و پلا بود و به جز یه سری سازندگی ها چون دموکراسی کنار گذاشته شده بود پس دیگه همه چی منتفی بود. یه گروه دیگه هم هستن، اینو به همین سادگی تمامش میکنن. یه گروه دیگه هم هستن که میگن اصلا هر کاری که کرده بود درست بود، حتی کارهایی که ممکنه توی نگاه مستقیم هر کسی ببینه که اشتباه بوده، نه اونم درست بوده، یه دلیل منطقی داشته و چاره‌ای نبوده و جزو اینا. من که تو آلمان بزرگ شدم، من این روانشناسی اینا رو نمیتونم بفهمم. من فقط میدونم که دلیل اینکه کشور جهان سوم مونده از داخل همین روانشناسی باید بیاد. این که میریم سراغ اون گروهی که میگن بخش بزرگی که کرده بود
بیهوده بود چون دموکراتیک نبود. این گروه یک دقیقه هم از خودش نمیپرسه که شاید اصرار که نیست، شاید اصلا اونو درست میگم، ولی شاید هنگامی که نه اصلا پرسنلمون زمان نبود، یعنی آلترناتیو هم نبود. ما چند بارم گفتیم که اصلا شاید بهتر بود کسانی میومدند و رشته کار رو به دست میگرفتند که از رضا شاه هم تحصیل کرده تر بودند، فهیم تر بودند، جهان دیده تر بودند. ولی وقتی که کشور اینجوری وارفته و فاسد و تریاکی بود، اون تقصیر رضا شاه چیه؟ که اومده و از قضاخانه نوبت شده که کشور رو بگردونه. این تقصیر اون که تریاکی هست، نه تقصیر او. بعدم این شخص حالا با اون تجربیات، با اون برخاستگاه سادی اجتماعی، با اون وضعیت خشن پادگانی که درش بوده، یه سلیقه هایی داره. سلیقه هاش اینه که میگه اینجا چون همه اینجوری فاسد و وارفتن، چیزی که اثر میکنه اینه که اینا رو باید به زور راه انداخت. خب حالا اون یارو میخواد انتقاد کنه که این روش درست نبوده، مثلا روش دموکراتیکی باید انجام میشده. من تا به عمر اینجا تا یه بحث ندیدم که این موافقا و مخالفا این آدم با هم بینشینن و این رو سیستماتیک آنالیز کنن. یعنی اگه خود من تو اون بحث بودم، به اونایی که میگن که چرا دموکراسی نبود، ازشون میپرسم کدوم کشور از نظر فرهنگی واپس مانده، به ویژه اسلامی رو میشناسی، که از راه دموکراسی خودش رو رفرمای عمیق کرده باشه. این پرسش که از اونا میکردم که وقتی میگه چرا رضا شاه به زور میخواست برخی درهای رو باز کنه، میگی نه نه باید این مثل چیز بود، مثل تامس جفرسون باید رفتار میکرد. به اونایی هم که خیلی دیگه میگن هر کاری کرده بود دیگه درست بود، دیگه اصلا لازم بود هیچ کارش نمیشد کرد، به اونا میگم عزیز من میشه برای من توضیح بدی این چه نیازی داره که تو دیگه مثل مالی خولی یا یازی کسی تعریف کنی؟ من نمیفهمم. این یا آدم لایقی اونجا پیدا شده توی وضعیت خراب تاریخی که 1300-400 سال پشتش پیشینه داشته، یعنی 1300 سال پشتش پیشینه داشته، کشور فاسد شده، انزه روحی نابود شده بوده، همه نیم مالی خولی شده بودن و این جست و خیزی هم که زمان مشروطه کرده بودن یه حالت اولیه داشت، ناپخته داشت، ارکان کشور وجود نداشت. خب این من نمیفهم این درخواست های مطلق به هر دو طرف این از چی میاد؟ روانشناسیشون خاورزمینی مسلمون عیب داره. تمام دلیل جهان سوم بودن کشورم در همینه. یعنی از اول هیچ شانسی به نظر من وجود نداشت که کشور عاقبت به خیر بشه با این مدل روانی که اینا دارن. من اینجا البته از منتقدین رضا شاه، به ویژه اون بخشایی که درس خونده تر جامعه هستن و تحصیل کرده هستن، از اونا من گلایم بیشتره تا از هوادارهای ساده دلش. اون هوادارهای ساده دل خیلی اوقات از تحصیلاتی هم ساده دل ترن. اونایی که روشن اندیش هستن و کتاب بیشتر خوندن، من از اونا انتظار خیلی بیشتر داشتم که اونا می اومدن یه بررسی منطقی میکردن که بله یه احتمالی وجود داره، یعنی این آدم اینو مثل ریاضی یه بار میگفتن، یه احتمالی وجود داره که شاید بخش بزرگی از فشاری که او آورد لازم بوده، باید بریم بیشتر بررسی کنیم. اینا هنوز بررسی نکرده، میگن نه من میدونم با دموکراسی مطلقم کار میکرد. خب یکی نیست بهش بگه که پس چرا مکزیک الان داره 70-80 سال در مثل تو باتلاخ تو لجن داره در جا میزنه؟ کاملا هم دموکراتیکه. کاملا هم دموکراتیکا دارم میام دیگه. آره پاکستان، حتی پاکستان هم دموکراتیکه. پاکستان شرم. پاکستان هم دموکراتیکه، برزیل هم دموکراتیکه. اینا همه دموکراتیکن، ولی چرا در لجنزار دست و پا میزنن و یه میل جلو نمیرن؟ اگه به این سادگیه. حتی اروپای جنوبی هم اگر به مدد میلیاردهای اروپای شمالی نبود و مستشاراش نبود و توریستاش نبود، باطلاق بود. خب این اگه به این سادگی پچرا هیچ جای بیشتر جای جهان درست نمیگیره، چرا تنها جایی که از راه دموکراسی شده پیشرفت صنعتی هم پدید بیاد فقط اروپای شمالی بوده و آمریکای شمالی این قوم پروتستانت که اونجا بودن تو بخش بندی مثلا هانتینگتون؟ اگه به این سادگیه، من یه بار ندیدم بابا اینا مگه کتاب نخوندن؟ مگه عقل ندارن؟ اینا چرا اساسی صحبت نمیکنن؟ این قوم چرا اینجوریه؟ اونایی هم که میخوان ازش تعریف کنن دیگه اصلا مرز نداره. یارو میای میگه که مثلا
آقا لازم بوده واقعا مثلا تیمورتاش و اینو اونم مثلا بدون دادگاه علنی به این حالت اینو ردشون کنه بره که قوم اونجوری مشوش بشه؟ بله بله آقا لازم بوده، اینا حتما یه کاری کرده بودن. آها خب لازم بوده که مثلا این همه مال بستونه از این و اون و جمع کنه در دست خودش کسی که میخواسته قوم و دیگر آموزی کنه رو به درست کاری مدل پروسی که اینا مثل ساعت سوئیسی کار کنن، لازم بوده بده این همه باغ و باغات از مردم بگیره؟ این وقتی خودش این کارو کرده بوده دیگه چجوری میخواسته چماق رو بگیره و به دیگران بگه درست کار باشید؟ نه آقا شما نمیفهمید، اینا اون زمان باید این یکی از ملاکای بزرگ کشور میبود که تا جدیش بگیرن. چرا؟ کی گفته؟ مگه ما در روزگار مگه آقا محمد خان بودیم؟ سیستم نداره کار این قوم، چه مخالفاش چه هواداراش، هر جفتشون تو کاتگوری مالی خولیایی هستن. من آدمی که واقعا جوان مردانه بتونه این سیستم تاریخ خودش از این خاورزمینیان نیست اصلا توشون. البته گلایه من از روشن فکرای تحصیل کرده منتقد از رضا شاه خیلی بیشتره، چون اونا هستن که بعدن بقیه قوم و راه نمایی میکنن. خب این وقتی که نگاه میکنه که تمام کشورهایی که مشکل فرهنگی داشتن با دموکراسی جلو نرفته تو گامهای اول، آخه با چه خیال تختی میاد میگه که این بی خود کرده ما میرفتیم که دیگه بره که تامس جفرسون بشه؟ این از کجاشو کشته بیرون؟ گرفتاری اصلی این جماعت این است که شناخت درستی نه به ایران دارن و نه به اسلام دارن و تأثیر اسلام بر روح و روان ایرانیان. من فکر میکنم که اینها نگاهشون از ترجمه میگیرن. یعنی اگر اومدن مثلا فرض کنید درسی خوندن در فرنگ و برگشتن ایران، و یا اصلا اومدن مقیم فرنگن حالا در اروپا یا امریکا، الان چیزی که دارن این برنامه رو میبینن، حالا یا رو تلویزیون میشنون در تلویزیونای امریکایی آلمانی انگلیسی، و یا اگه احیانا کتابی هم به زبان کشور میزبانشون خوندن، همونها رو یعنی کاملا از ذهنیت و نگاه یک انسان اروپای شمالی یا امریکایی همونها رو ترجمه میکنن به عنوان درمان دردهای ایران میگن و یا تحلیل تاریخ معاصر ایران میگن. یعنی شگفت انگیز یه همچین تصوری که مثلا شما تصور داشته باشی در کشوری با مثلا 9% جمعیت شهرنشین در زمان رضاشاه، آغاز زمان رضاشاه 9% شهرنشین و اون 91% هم یه سریشون روستانشین، یه سری بسیار زیادشون کوچنشین ایلاتی با نداشتن طبقه متوسط، شما بخوای مثلا خیلی ملایم با روش مجلس شورای ملی و هر آنچه که در دوره احمدشاه قاجار میگذشت مثلا جامعه مدنی بسازی، کشور رو جلو ببری، کشور رو صنعتی کنی، آموزش همگانی بیاری. یعنی ببینید صحبت الفبای قضیه است. من نمیدونم این اندیشیدن چرا اینقدر سخته برای برخی. یعنی اگه یه آن این عینک رو در بیارن، عینک ایرانیشون رو بذارن، به واقعیت‌های ایران اون روز ببینن، نگاه کنن و عنصر ایرانی اسلام زده 1300 سال گذشته شو بیان یه بررسی کنن چه تأثیری روش گذاشته، شاید بتوانن یکم منصفانه تر قضیه رو نگاه کنن. ولی به طور قطع ببین مشکل از هر دو طرف شاهین جان. روشن فکرهای ما گناهشون بیشتره، چون بیشتر مطالعه کردن و با این نفهمی وقتی داستان برآورد میکنن گناهشون بیشتره. ولی اون یکی هم که میخوان دفاع کنن، اونا مثلا آینه دفاع رو بلد نیستن. بهش میگی که خب مثلا عرض کردم این کشتنهای تو نیمه دوم رضا شاه، اینا به این حالت لازم بوده آدمای اصلی رو بدون اینکه درست محاکمه کنی به قوم توضیح بدی که چه اتفاقی داره میفته؟ این بله بله آقا لازم بوده. چرا؟ بگو ببینم. آقا چرا از چیزی که خبر ندادی و اصلا درست نمیشه دفاع کرد چرا دفاع میکنی؟ خب بگو این یه آدم نابغه ای بوده، اومده کارا را انداخته وسط اون یکی تریاکی که در منقل بودن یا تو فکر نمیدونم مال قاجاری خودشون بودن و زنای سیغهشون و اینا، یه آدم جنگجو این وسط پیدا شده بوده داشته کارا را مینداخته، ولی چون از بستر قضاخانه میومده و جدی نمیگرفت اصلا این افراد، اونم که دیده بود که فاسدی هم هستن، مسائل جامعه مدنی هم نمیشناخته، اصلا پادگان میومده نه نمیشناخته، طبق سلیقه خودش وقتی جا افتاده تو نیمه دوم برخی جاها بی‌نیاز تند رفته. ولی به این ربطی نداره که
کارش در بنیاد درست بوده و احتمالاً در بنیادم درست بوده که دموکراسی رو کامل پیاده نکرده یا پیاده نکرده. چون اگه میخواسته پیاده کنه مثلا دیگه کشف حجاب و این مسائلی که با عادات قوم ناسازگاره دیگه از نظر ترمودینامیکی نمیشد. درسته. همونطور که مثلا تو پاکستان هم 100 سال بذاری هم دوباره نمیشه. درسته. یا تو ترکیه دوباره دندان قبل داره میره. شما یه پرسش اساسی ببین. شاجا بذاری من این ببین این که حساب کن کجا بود؟ که بله اینی که اون دشوار بوده از راه دموکراسی نمی‌شده، اینو از نظر این نگاه ترمودینامیکی انرژتیکی میشه ثابت کرد که نمیشه، چون کشورهای دیگه هم که مشکل فرهنگی داشتن نتونستن از داخل دموکراسی گامای اول برن. حتی اروپایی که شمالی که کاتولیک بوده پروتستانت هم شده، گامهای اولش رو که دموکراتیک نرفته، که گام های اولش توی آلمان که جنگ های داخلی شدید بوده و تحکم کامل پروتستانت ها تو مناطقی که پیروز شدن واسه پاکشویی این مناطق از کاتولیسیسم تو مغز مردم، و در انگلستان هم که الیزابت بوده که با حالات در آستانه جنگ داخلی و جنگ با اسپانیایی ها و نبرد با آرمادا و اینا که اینجا رو به زور پروتستانت کنن، اون مغزشوی اولیه که کردن، بنیادهای منطق رو که در مغز استوار کردن در داخل اون بستر ایدئولوژی نوینش بود که اینجا را افتاد و بعد 150-200 سال بعدش از داخل بحث منطقی بقیه پیشرفت رو هم کردن میسر بود. ولی آیا یه جایی رو که در لجنزار فرهنگی به سر میبره میشه از اول دموکراتیک راهش انداخت؟ این از پرسش های بزرگی و بیشتر به نمیگرایه. خب تو میخوای بیای از رضا شاه دفاع کنی، اینا رو به یارو بگو. اون جام که ببینی اون روشنفکر عصبی و دیوانه ما کار و زندگیشو ول کرده و کارهای اصلی و بزرگ رضا شاه رو نمیبینه و فقط هی داره میگه در مورد مثلا باغاتی که گرفته یا دو نفر که اونجا اشتباه کشته داره صحبت میکنه، یعنی اون 98% مسئله دیگه رو بگه اینجا رو گرفته. تو بتو اینا بگه تا آخر باش توضیح بده. عزیز من، میخواستن بقیه خود اون تریاکیا اونجوری بی ارزه نباشن. مگه این مرد از تو قضاخونه به اونا گفته بود که اونجوری بی ارزه و تریاکی باشن؟ اونا وقتی فضای کشور رو ول کرده بودن رو به قبله و کارا جلو نمیرفت، خب دست یکی افتاد که داخل پادگان قضاخونه میاد. اینم ارزش این مسائل دموکراسی از کجا بشناسه؟ این تقصیر خودتون بوده که اصلا دست این افتاده، بعد ازش که لایه هم میکنید. اگر در بخش دوم هم دیگه زیادی تند رفته تو بخش دیکتاتوری پادگان واری کار کرده، خب این سیستمی بوده که میشناخته. میخواستید خودتون بی ارزه نباشید، مملکت اونجوری ول کنید، میخواستید قشنگ مدیریت کنید. این بیچارم از قضاخونه میمد تا محلی سرهنگی و سرتیپی اینو بالا میدید، کشور دست مهتران کار آمده، میرفت کار سرتیپیشو میکرد. ها چی کار بود که به تمام کشور بگیره؟ بس که شما خودتون تریاکی بودید. در حقیقت اون پیشینیان همین روشنفکران روزو میگم. درسته. اون مسائلی هم که تو میگی اینا بی سوادن اینا، نه 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 نه، بخش بزرگش مالی خولیای خاورزمینی اسلامیه. خاورزمینی اسلام مسلمون فرقی نمیکنه از مدل مصدقی چه مدل شادوسش، این در درجه اول تو خودش زندانیه. مثل یه مالی خولیایی تو خودش زندانیه. یعنی یارو وقتی میری باشون صحبت میکنی تمام فقط خاطرات عاطفی و شخصی و اینای خودش براش مهمه، رنگ و لعاب برهانوار روش میزنه. یعنی میگرده میبینه مثلا تو سیستم طرف مقابل کجای ضعف هست، اونو میکشه برجسته نمایی میکنه، کارهای اصلی رو مسکوت میکنه، مسکوت میذاره. همش از مالی خولیای شخصیش میاد. بخش بزرگ مخالفای رضا شاه تا ته ردیابی کنی میبینی یا به بخش از قجر برمیگردن که بهشون برخورده بوده تا اون اتفاقی که افتاده اونجا که این ترانزیشن انجام شده، یا به مثلا بخشای ایلاتی برمیگردن که تخت قاپو شدن. حالا ما نمیگیم که کسی هر بلایی سرش به چیز جالبیه، ولی مسئله شون مسئله اصلی کشور نیست، مسئله عاطفی شخصی خودشه. درست کاملا. که میاد بعد میگرده میگه خب این مرد کنار 1500 تا کاری که کرده، خب مثل که 5 تا کار اشتباه هم کرده، من عباس اونا رو میگیرم دیگه، صبح تا شب فقط اونا رو میگم.
خب این یارو قاطی داره دیگه. درست. و بدبختی قوم ایران اینه که مهترانش از این جنسن، مهترانش همه نیاز به تیمارستان دارن. این بیچارگی این قومه. حتی کهترش هم از این بهتر نیست که اونم مثل همینه دیگه، من جنس این اومده بیرون. خب قاعدتا باید مهتر درست باشه تا کهتر رو به راه بیاره. اگه مهتر خراب باشه که دیگه خب اسلام دیوونهشون کرده، اسلام دیوونهشون کرده. بس که به اینا یاد داده که یه چیزی به نام حقیقت مطلق هست و هرچی من میگم حقه و هرچی اون یکی میگه باطله، اگه لازم شد اصلا باید بکشیش یار رو. بس که به این حقیقت‌های ارزان رو تزریق کرده، اینام تو مغزشون ارزان شدن. یعنی یارو خودشیفته شده، تو خودش گیر کرده، زندانیه، نمیتونه بیاد بیرون و تصویر بزرگو ببینه. اصلا کی گفت تو از رضا شاه انتقاد نکنی؟ خب بکن، ولی تصویر بزرگ کجا موند؟ میگم این در مورد هر جفتشون صدق میکنه، حتی در مورد هواداراش. حالا ما به دوران فروپاشی پهلوی برسیم، این دوباره این دوالیست داره همونجا میبینی. اصلا موضوعش از این مملکت از نیزیارو مسئله عاطفی شخصی خودش هر کدومشون. یکی از خانواده ملاک بوده، بعد از اصلاحات ارزش شده که دشمن خونی محمد رضا شاه. برهانم میکشه بیرون، فقط استتاره. یکی نمیدونم اون زمان در ارتش بوده، وضعش خوب بوده، خاطرات خوبی داشته، دیگه محمد رضا شاه دیگه مثل پیغمبر میپرسته، اصلا کاری نداره که جزئیات باش بهش کافی کجا اشتباه شد. ولی من با این مالی خولیای از هر دو گروه کاری ندارم. من به تو داوری نهایی رضا شاه اینو میشه در مورد دورانش گفت که آدم استثنایی بزرگی بوده، نسبت به پیشینه آموزشی هم که داشته بزرگتر تازه میشه. درست. یعنی نبوغش بیکران بوده. و حالا ما دو پایان دورش میتونیم خیلی سر آنالیز کنیم که کجا کاسی رخ دادن، به چند تاشم تو نهایی کانکرت میرسیم. اگه کسی از من بپرسه که آخر سر تو همه این داوریا بزن و بگیر و اینها و تمام این حملات دفاع و اینا آخر سر مثلا واسه اینکه فقط داستان روشن بشه نظر کلی، مثلا سزاوار لقب کبیر یا بزرگ بوده، آره بوده. یعنی تو تاریخ ایران اهمیتش با شاه عباس روی ترازه. شاه عباس از این دستش خیلی بازتر بود. این مرد در تنگنای تمام بعدی گیر کرده بود که اون کار رو انجام داد. بله، در شرایطی که ما خیلی عقب بودیم و دیگران خیلی جلو رفته بودن. شهرام جان، ما چندین چهره بزرگ سیاسی داریم در تاریخ جهان که از ملت خودشون صفت کبیر یا بزرگ رو گرفتن، مثل پتر کبیر در روسیه، مثل فردریک کبیر. من سراغ حالا کوروش کبیر یا الکساندر دی گریت نمیرم، حالا همینایی که یه مقداری به تاریخ ما نزدیک‌ترن. چهره‌های بسیار بزرگی هستن که حالا شاه هم نبودن، فرض کنین نخست وزیر بوده، مثلا بیسمارک در آلمان. اینا تاریخ ساز بودن، اینا مؤثر بودن، همچنان که رضا شاه تاریخ ساز بوده. آیا روشنفکر آلمانی یا روشنفکر حالا روسی در مورد پتر کبیر، کلا روشنفکر غربی، منظور از روشنفکر حرفم پس میگیرم، پژوهشگری که داره به طور استخوندار مطالعه میکنه، نه روشنفکر کیلویی، آیا اونها هم اینگونه هستن؟ یعنی میرن دنبال 1500 تا عمل کرد که دو تا منفی گیر بیارن، 1498 تا رو بریزن دور و اون فرد رو ببندن به توپخانه؟ یا این گونه نگاه گرفتاری ما ایرانیان اسلام زده است؟ نه، اونا اولا خونشون خیلی 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 از این خاورزمینی‌ها سردتره، خیلی سردتره، و در درون خودشون زندانی نیستن. یعنی یارو ممکنه تو باش داری حرف بزنی، مثلا تعریف کنی، مثلا پدر بزرگش هم مثلا زمان بیسمارک مثلا به دلالی گرفتن، زندان کردن، اعدام کردن، هرچی. ولی برآوردی که از اون دوران میکنه فقط بر پایه اون تصویر بزرگه. درست. اتفاقا تو همون تصویر بزرگی که مثلا میاد ممکنه انتقادم بکنه که آیا واقعا کارهایی که بیسمارک انجام داد تو اون موقع آلمان واقعا اصلا لازم بود؟ چون خب آلمان از نظر تکاملی خب از ایران زمان رضا شاه 25 سال نوری جلوتر بود. درست. اونجا میشه واقعا پرسید که آیا اون مثلا عقب‌راند نسبی دموکراسی که بعد از شکست انقلاب 1848 انجام شد و بعد اون دودمان هونتولرن، یعنی اونایی که بر پروس فرمان روایی میکردن، از راه توسل به اسلحه اتحاد آلمان رو پدید آوردن،
قبلا نیروهای دموکرات می‌خواستن کار انجام بدن توی انقلاب حقیقت مخملی. وقتی این راه افتاد و بعد اینا دیگه راه ارتشگرایی کامل و رفتن به اونجا افتادن، بعد برخی آنالیز میکنن که آیا این همون خیابانی نبود که به جنگ جهانی اول رفت و اینها. ولی هیچکی نمیاد از بیسمارک انتظار درک چیزایی رو داشته باشه که در زمان اون نمیشده دریافت. اینو به خودی خود نگاه میکنن میگن نه، آدم خیلی سطوری بود. اگه اینجا اونجا می نکاتی رو نفهمیده بود، خب در بستر زمان خودش بود و شاید هم نمیدار در بستر اون لایه اجتماعی، چون از یونکرا بود، یعنی از سنتی ترین قشر اشراف شمال آلمان. درست. یا در مورد پتر کبیر در روسیه، به هر حال او روسیه رو تبدیل کرد به یک قدرت صنعتی، از حالت یک کشور ارباب رعیتی با اون وضعیت اسفبار و فقر عمومی، بالاخره صنعتیش کرد، ارتش مدرن درست کرد، تحصیل کرده ایجاد کرد در کشور. من فکر نمی کنم روسا اینجوری زربین دست بگیرن برن دنبال دو سه تا کنش ویژه پتر کبیر که تو اون داستان کلی به نظر من تأثیری نداره. نه ببین، حالا روسا اون تاریخ نگاراشون به کیفیت مال آلمانیا نیست، مال اون یه خورده احساسی تره باز. ولی مال این شمال اروپا، این پروتستانت ها، حالا قدیما اینجوری بودن ها، اینا الان این 20-25 سال اخیر که دارن یا حالت های جامعهشون هی داره احساسی تر میشه با این عصر گلوبالایزیشن و لفت لیبرالیسم و اینا دارن عقلشون از دست میدن. درست. ولی تا اون موقعی که عقل درست کار میکرد و اون کتب تاریخی درجه یک رو نوشتن در مورد خودشون که خوشبختانه از کتبی سرکس بود بخونه که اینا چه نوابقی داشتن، مسئله شون مسئله تصویر بزرگ بود. درست. اگه آدم انتقادی هم میخواد از رضا شاه بکنه، در داخل اون تصویر بزرگ باید بکنه. در داخل تصویر بزرگ مثلا من بار پیش گفتم که یکی دو تا سه تا مسئله، این اصلیاش در حقیقت کنار اون کارهای سوتورگی کرده و در لقب کبیرش هم کوچکترین خدشه وارد نمیشیم، روشنه در این. یکی این مطلب بود که وقتی در نیمه دوم شروع کرد برخی یاران قدیم رو حذف کردن، حتی اگه از آینده داستان میترسید به اینا بی‌اعتماد شده بود، هر دلیلی داشت، اینو نمیتونست بدون توضیح کامل انجام بده. وقتی این کار رو انجام میدی، در چشم بیننده احساس چیز پدید میاریم، یادت که یارو خودکامه است، مسئلهش مسئله کشور نیست. مسئله دیگه است. اشتباه دومش در این بود که یک صحبت‌های ساختار پرداز با مهترانی که بودن، حالا این همشون رو فاسد و تریاکی و هرچی هم میدونیست، همون بازماندهای قاجار نگاهشو بذاریم کنار، ولی با مهترانی که بودن صحبت‌های پشت پرده و ساختار پرداز نکرده بود که روزگار پایانی من که فرا میرسه، من که پیر میشم، فرتوت میشم، حالا اتفاقی میفته، چه طرحی داریم واسه نهادینه کردن دستاوردهای تا کنونیمون؟ اینو چجوری میخواییم ترانزیت کنیم؟ آیا آخر سر به یه دموکراسی کلاسیک میخواییم ترانزیتش کنیم؟ یه دموکراسی نیمه استبدادی که هنوز برخی کارا چون باید استبدادی انجام بشه، رایزنی کنیم دوستان با هم بین نتیجه برسیم که چه میشاید کرد. گزارش هایی در مورد این که همچین کار شده باشه نمونده، یعنی اون فکر بقا به این حالت رو هیچ وقت نپرداخته بود با اون یکی ها. این هم برای خاورزمینی حالت تیپیکه. مسئله سوم همون داستان باغات و املاک و اینا بود که گرفته بود، و اون با این برهان که چون باید شاه همیشه یه ملاک بزرگی باشه وگرنه کسی جدیش نمیگیره، این نمیشه بخشود. اگر هم همچین چیزی لازمه باید میگفت مجلس از این و اون مصادره کنه به ایشون بده. البته قانونی اگه همچین چیزی لازمه در کشور که بگن شاه باید حتما اینقدر ملک داشته باشه، وگرنه اصلا شاه نمیشه، اصلا حساب نیست. اون کارو که کرد بعدن الگو شکنی کرد، یعنی این میخواست یه نسل نو درستکاری برکشه و وقتی خودشون کار میکنه با اون ناسازگاری داره. تا اونجایی که حتی یه بار کلاشم با کسروی روانشاد رفته بود تو همدیگه سر این مسئله. و مسئله چهارم این بود که پس از اینکه متفقین برش داشتن که انگلیسی‌ها دلشون ازش خیلی پر بود، چون دیده بودن که سرشون کلا گذاشته بود کلن و کشور رو به مسئله دیگری برده بود، وقتی که انتقام رو به این حالت ازش گرفتن که فرو گرفتنش و فرستادنش به تبعید، در تبعیدم ایشون به نظر من موظف بود بشینه با دو سه تا رایزن درجه یک با خودش ببره و خاطرات چند هزار صفحه‌ای بنویسه از تمام رویدادها که تک تک تصمیمات بغرنج چجوری گرفته شده.
چون نه که دورانش دوران بغرنجی بود و اینم آخر سر مشروطه رو چیز کرده بود که کنار گذاشته بود و اتوریتر این کار رو انجام داده بود. چون میدونستش که بعدش تلاطم بزرگی میاد در مورد بازنگری به اون دوره، این کارم باید میکرد. این کار فرزندش هم انجام نداد. یعنی او هم بعد از اینکه به تبعید رفت هنگام حمله این مسلمان‌ها و دیوانه‌ها و اینا، در تبعید حالا وقت زیادی نداشت، ولی اون چیزی که نوشت باید سترکتر و استوارتر از این پاسخ به تاریخ می بود و دقیقتر توضیح می داد که از چه فرایندهایی ما گذشتیم. من مثلا در مورد حزب رستاخیز چرا اینجوری تصمیم گرفتم، چون این شد چنان شد، تنهایی خودش رو توضیح می داد برای قوم، روزگار زمان مصدق رو دقیقتر توضیح می داد که چی شد ما مجبور شدیم راه بریم. یعنی این پاسخ دادن و به قوم خود وقتی که تو اتوریتر هم حکومت کردی، این نشون میده که مسئله تو مسئله کلی بوده، نه راحتی خودت به اون شخص فرمانده فعلا. این بله. هر جور چون انجام ندن. شهرام جان، در باره محمد رضا شاه فقید ایشون کتاب پاسخ به تاریخ رو نوشت، ولی خیلی قطره از دریا بود و 37 سال پادشاهی خیلی مطالبی داشت که شاه فقید میتوانست بهش بپردازه و واقعا فکر کنم جذابترین دستمایه ما برای درک تاریخ معاصرمون بود، که حالا شاید هم سرطان و بیماری شدید و آوارگی از این شهر به اون شهر رفتن، از این کشور به اون کشور، شاید اونم دلیلش بود. در مورد رضا شاه، وقتیشون تبعید شدن به جزیره سن موریس، فقط خانواده درجه یک رو میتونست با خودش همراه داشته باشه، که میدونیم دختران و چند تا از پسرانش بودن غیر از شاه فقید که ولیعت بود و شاه شده بود و در تهران موند، و فقط یه دامادش باش همراه بود، فریدون جم، که بعد که از سن موریس اینا رفتن به جوانسبورگ، فقط فکر میکنم خدمتکارش باش بود و اگه اشتباه نکنم شمس پهلوی دخترش، بغیر برگردوندن ایران. امکان این که ایشون مثلا فرج الله بهرامی رو دبیر اعظم رو به خودش ببره برای این همچین کاری نبود، ولی ای کاش همچین کاری انجام شده بود، چون خیلی خیلی میتونست درخشان باشه. نه، وظیفش بود که این کار رو بکنه. ببین، تنهایی هم میتونست، آدم بسیار باهوشی بود. ببین، آدم باید تصویر بزرگ وقت نگاه میکنه کلیت داستان ببینه، که در این تو این داستان خاورزمین آخر سر اون حس مسئولیت ابجکتیوی که ما از سرزمین های پروتستانت یا از سرزمین های مثلا زرتشتی قدیم میشناسیم تو اینا نیست. آخر رضا شاه میگفت خب من که بنزی کافی خدمت کردم، به اینا نجوری من چی میخوان؟ ولی اینکه بستر قانونی کشور رو مجبور شده بود تا حدی کنار بذاره که این کار رو انجام بده. یه همچین دستیاختی به این عظمت رو تو باید توضیح بدی. درسته. شهرام جان، یکی از حملاتی که مخالفان رضا شاه در همه این چند دهه به رضا شاه کردند این بوده که رضا شاه رو اینگونه میگن که رضا شاه به آلمان نزدیک شد، روی اسب بازنده شرط بندی کرد و به خاطر نزدیکی کشور مورد حمله متفقین قرار گرفت و اشغال شد و ما هزینه دادیم به خاطر اشتباه بزرگ راهبردی رضا شاه در نزدیکی به آلمان. من فکر میکنم این ایراد ناوارده، برای اینکه طرح این مسئله به گونه‌ای انگار رضا شاه و ایران دو دستی آلمان رو چسبیدن و به عنوان مثلا کسی که ممکنه برنده جنگ دوم باشه رفتن در کنار اون که بتونه از مزایای برندگان جنگ استفاده کنه. ولی سیاست عمومی رضا شاه و دولت‌های رضا شاه تو تمام اون 16 سال پادشاهی ایشون به این گونه بود که پروژه‌های اقتصادی، کارهای صنعتی به انگلستان و روسیه شوروی داده نشه، به خاطر اینکه اون دوتا به طور مستقیم در ایران اهداف استعماری داشتن از خیلی وقت پیش، دوره قاجار به این ور، و به هر حال دست نشاندگانی هم توی عالم سیاست داشتن، هم انگلستان هم شوروی. از این روز که میبینیم پروژه ها رو مثلا با سوئد انجام میدن، با آلمان انجام میدن، با اتریش انجام میدن، از راه هم بگیرید تا کارخونه مثلا فرض کنید چغندر قند و از آوردن مستشارا، کاملا مشخصه که نگاه به بخشهایی از اروپاست که در ایران هیچگاه اهداف استعماری نداشتن و رد پایی نداشتن و رو سیاست مداران ایرانی هم نفوذی نداشتن، برخلاف انگلستان و شوروی.
و فکر میکنم با این اوضاع این ایراد رو که به رضا شاه برخی میگیرند و میشه ناوارد و غیر منصفانه دونست. نظر تو چیه؟ ایراد که آدم بگرده که خب همیشه چیزهایی هستن چیز اساسی، مثلا چه بدونم این که آیا تا چند میشد این دشواری های جنگ های داخلی فرنگی ها رو پیش بینی کرد، یا از اون اساسی تر مثلا برخی ها انتقاد میکنن که چرا اون از نو چیز نگوشیشن یا سودا سر دارسی بله دارسی 1933 انجام دادن 1912 خودمون، چرا مثلا اونجا بنزه کافی با مجلس رایزنی نشده، چرا یا ناگهانی خودش دست یاخته بیشتر در خفا هم تصمیم گرفته شده با انگلیسی ها، چون این کده چنان کرده که بعد اون کسایی که میخوان عبد انتقادش کنن همیشه مسئله رو با تحقیر و اینا همراه میکنن که میگن این چون چیز بوده سلطنت خودش رو بر بنیاد انگلیسی ها میده باید حتما هی زیاد کوتاه میده و از این آنالیزای مسخره. ولی دو سه تا چیز اساسی اونجا بوده، یکیش مثلا همین قرارداد دارسی بوده اون بازنگری در اون، و یکیش هم این مسئله پیشبینی اتفاقاتی که داره توی فرنگ میفته. در مورد فرنگ اون انتقاد مزخرفه، اون حالا در مورد اون قرارداد دارسی باز یه چیزایی شاید بشه گفت، اونم نه خیلی، اونجا هم دست تنگ بود، ولی مال فرنگ مزخرفه. رضا شاه تنها کاری که میکرد که اگر که نمی بردنش، یعنی نمی ریختن کسا اون کار رو بکنن بزنن بگیرن اینا، این بود که از سالها قبل شروع کرده بود هر روز تو رادیو فوش خوار مادر به هیتلر دادن و اعلام کردن که فرش سرخ تو ایران واسه نیروهای انگلستان هست. فقط تو این حالت ممکن بود که تحملش بکنن، چون که اونجا موضوع مردن و زندگی خود فرنگی ها بود. حتی اگر یک سیاست خونسا می داشت رضا شاه، می ریختن بمبارون می کردن می بردنش، برای اینکه اونجا دیگه موضوع این بود که این تیغ اینجا تو گلوی خود فرنگی ها بود. درست. تمام محاسبات گفته بود که کسی نمیدونه آخرش کی میبره. مثلا سال 40 میلادی که در عرض 4 هفته آلمان فرانسه رو متلاشی کرده بود با نیروهای برابر. درست. نیروش منده فرانسوی بود، ولی این ستاد ارتش آلمان اینقدر تیمسارهاش واردتر و نابغه تر بودن و کارآزموده تر بودن و ارتشش سیستمای علمی بهتری به کار می برد، اون ارتش رو که برابر بود با اینا در عرض 3-4 هفته متلاشی کرد، اصلا تمام حراس تمام تن انگلیسی ها رو گرفت که نوبت بعدی خودشون اون برای کانال مانش. درسته. و این روسیه هم وقتی بهشون بعدن حمله ور شد در عرض 3 ماه و نیم نزدیک 4 میلیون یعنی 400 لشکر روسی رو متلاشی کرد. خود آلمانی با 220 لشکر حمله کردن به روسیه، روسا حدود 1100 لشکر داشتن، ولی خب این برتری فنی و علمی و سازماندهی و اون سرباز آلمانی که سرباز شیش تانک بود، یعنی واقعا مثل ساعت سوئیسی کار میکرد، این 200 لشکر داشتن، اون 1000 لشکر رو متلاشی کردن در از چند ماه به زور انا انزلنا با 1000 بدبختی و گرفتاری و شانس اینا آخر جلوی اینا رو گرفتن، یعنی مرگ و جلوی چشمشون میدیدن متفقین. درسته. توی همچین فضای عصبی شما خونسا مگه بودی میریختن بمبارون و برد میشن میبردن، چون اصلا یارو مرگشو میدید اصلا حالا حوصله نگوشیشن نداشت. درسته. یه بهانه پیدا میکردن میبردنت. تنها راهش این بود که شما از اول بگی من مخلص انگلستانم. خب اونه واسه چی همچیتی بگه؟ به قول تو این نقشه داشتش که متوازن با همه کار کنه، از همه جا افراد بیان، نفوذ یک دست نباشه و چنین و چنان. ببین در مورد روزگار رضا شاه ما میتونیم هنوز 20 جلسه صحبت کنیم، میتونیم 20 جلسه فقط از کارهای بزرگش صحبت کنیم، یه چیز حدود 3-4 جلسه هم آدم میتونه در مورد اشتباهاتی که شده صحبت کنه.
ولی من با اون کار ندارم. من با این مدل ورشکسته و احمقانه روشنفکرای ایران کردم تا به امروز بهتر نشده. من این برنامه‌های تلویزیونی رو که هر جا نگاه میکنم مناظره و اینا هست، برخورد هست، دیدار هست، صحبت‌ها سطحش پایینه، ورشکسته است. درسته. اینا در کوتاه‌تر مدت گلوی همدیگر رو میگیرن، هواداران و منتقدین اون، هم انتقادها احمقانه و هم شیوه دفاع نابخرد. آقا تصویر بزرگ رو نگاه کنید که چیکار انجام اشتباه مگه بوده بگو اشتباه خوبه گیرام که بوده. خب مگه چیه؟ مگه قدیس که نبوده که. سیستم رو یارو آنالیز کنید. چرا نمیتونی ابجکتیو نگاه کنید؟ چتونه این قوم؟ کشور رو 40 سال از دست دادن رفتن سر این مالی خولیای اسلامی که تو مغزشون هست که نمیتونی. یارو زندانیه، همش نگاه خودشون میبینه، هنوزم ول نمیکنه. ای داد بیداد. و تازه از در مورد ایجاد دموکراسی هم دارن حرف میزنن که میخوان دموکراسی بزرگ ایران درست کنن با این مغزای مالی خولیایی. این پیشنهاد چون اشاره کردی به قرارداد دارسی هم صحبت شد، برای همیهنانی که ممکنه در جریان نباشند یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. قرارداد دارسی در زمان قاجار قرارداد بود که یک شرکت انگلیسی بسته بود با ایران و بعد دولت انگلستان رفت اون شرکت رو خرید و خودش سامدار و عمده شد در اون شرکت که حق برداشت از منابع نفتی ایران بود. قرارداد دارسی در زمان رضاشاه توسط ایشون 1310 اگه اشتباه نکنم یه طرفه باطل شد، چون رضاشاه برای پروژه های عمرانی که در ایران داشت برای توسعه کشور نیاز به بودجه داشت، دست و بالش تنگ بود و از تصدق نفت پولی گیر ایران نمیمد، خیلی خیلی چندرغازی بود. از این رو وقتی دید که با گفتگو و مذاکره با انگلیس ها به نتیجه نمیرسن و نمیتونن مبلغ بیشتری رو بگیرن، یک سویه به طور نمادین اولا قرارداد رو انداخت و شومینه آتیش زد و دولت ایران اعلام کرد که ما قرارداد یه طرفه فسخ کردیم. خب بریتانیا شروع کرد به تهدید کردن، از نظر قانونی هم خب دستش باز بود چون که قرارداد با یک کشور بود، میان دو کشور بود، یکی فسخ کرده بود. حتی تهدید شد که بوشهر رو تصرف میکنه با نیرو دریاییش، خب این توان رو هم داشت در خلیج فارس بیاد و بوشهر رو هم بگیره. بعد این وسط گفتگو آغاز شد که دو تا کشور خارجی هم وساطت کردن و از سوی ایران تو این مذاکرات برای تجدید و تغییر قرارداد نفت تیمورتاش و تغییرزاده و داور حضور داشتن. این جریان خیلی طولانی شد، مذاکرات به نتیجه نمی رسید، انگلیس ها خیلی سفت و سخت می ایستادن، ایران هم که کوتاه نمی اومد. بود 2 سال این جریان طول کشید تا 1312. از اون مجموعه تیمورتاش پس از سفر مسکو مورد غضب واقع شد و بعد به زندان رفت و در زندان درگذشت. داور در همون حد فاصل خودکشی کرد، کسی که در حقیقت از نظر سازندگی ایران دست راست رضا شاه بود. دادگستری نوین رو بنا ریخت و وزارت دارایی ایران رو درست کرد با همه اون دستگاه‌های حسابرسی و تربیت مستشاران و همه، و از اون تیم 3 نفره فقط تغییرزاده باقی بود. و وقتی کار بن‌بست رسید دایه توافقی قرارداد تمدید شد به این صورت که، چون من رشته خودم نفته اینو یه مقدار جزئیاتش میدونم، حوزه‌ای که داده شده بود، اون قلمرویی که به انگلیس ها داده شده بود برای بهره برداری نفت از آغاز از زمان مظفرالدین شاه، کاهش پیدا کرد به 2/3 قلمروی اولیه‌اش، 1/3 از حوزه حق برداشت بریتانیا کم شد در ایران، بخشی از استان خوزستان و استان کنونی کوکیله بورحمد از زیر قرارداد اومد بیرون، و دوم اینکه 50% به حق بهره مالکانه ایران یا اون حق رویالتی به اصطلاح افسوده شد. خب اون چیزی که رضا شاه می‌خواست نشد و اندکی وضع قرارداد بهتر شد و خب حوزه‌ش هم کاهش پیدا کرد که بازم اونم به سود ایران بود. این چیزی بود که کشاکشی بود که ایران و بریتانیا داشتن سر مسئله نفت و مسئله تمدید قرارداد، که برخی ایراد می‌گیرن که رضا شاه که نمیتونست این قرارداد رو کلا کنسل کنه چرا تو آتش انداخت و در مقابل کار انجام شده ایران رو قرار داد.
خب بکنم 2 سال کلنجار رفتن و نتیجه نگرفتن، آخر باعث شد که ایران رضایت بده که با امتیاز نسبتاً کوچکی قرارداد رو بپذیر. شهرام جان ما تقریبا وقتمون تمومه، شاید 3-4 دقیقه فرصت داشته باشیم که به نشست بعدیمون به آنچه که در شهریور 20 گذشت و مسئله سالهای نخستین محمدرضا شاه بپردازیم. حالا جالب هم میشه نظر زمانی، الان در آستانه 26 دی ماه و سال روز رفتن شاه فقید از ایران هستیم که فکر میکنم در نشست‌های آینده میرسیم به دوره محمدرضا شاه و در ادامه به سال 57 و انقلاب اسلامی. اونجا مسئله رفتن از شاه رو هم بیشتر بهش میپردازیم که چه عواملی کنار هم قرار گرفت که این گونه شد. میخواستم که 2 نکته رو برای همیهنان یادآوری کنم. برای مسابقه شاهنامه حتما اقدام کنید، به ایمیل شاهنامه ایرانشهر @yahoo.com ایمیل بزنید، شاهنامه ایرانشهر @yahoo.com کاراتون رو بفرستین. اگه کارا قابل فرستادن مثل مقاله است ایمیل کنید، اگر نه عکسشو بگیرید بفرستید، اگر چیزی ساختید، اگر لباسی دوختید، اگر تندیسی درست کردید، اگر کار نمایشی دارین انجام میدید. برندگان مسابقه در 5 اسفند ماه تعیین میشن، یعنی مسابقه تا 5 اسفند ماه است و برندگان حتما تا پیش از نوروز اعلام خواهند شد. برندگان در درون ایران 9 میلیون تومان جایزه نقدی میگیرن، در خارج از ایران 300 دلار و هرچی مبلغ معادل 300 دلار هست و چندین برنده هم خواهیم داشت. مطلب دوم این است که همیهنان برای اینکه یاری کنند ما رو که بتوانیم هزینه ایرتایم، هزینه ستلایت ماهواره تلویزیون پارس رو بدیم، به جنبش رنسانس ایرانی کمک برسونن، میتوانید بروید به تارنمای iranianrenaissance.com iranianrenaissance.com، تو بخش دونیشن با کردیت کارت یا پیپل همراهی کنید. از همیهنانی که به طور ماهیانه دارن کمک میکنن یا جست و گریخته کمک میکنن بسیار سپاسگزاریم. ما الان 2 ماه از پرداخت حق تلویزیون پارس هم عقب افتادیم که باید جبران بشه. خیلی سپاسگزار میشیم که سریع کمک های لازم رو بکنید که ما جلوی مدیریت تلویزیون پارس هم شرمنده نباشیم. شهرام گرامی چیزی هست در آخر بیفزایی؟ نه دیگه، بند کافی گفته شد. این بار دیگه من یه بار حسم رو در مورد شیوه نگرش مهتران گفتم که در حقیقت ورشکسته است دیگه. نمیتونن تصویر بزرگ رو ببینن، تو خودشون زندانی هن. بعد من اصرار دارم که از هر دو گروه، ولی گناه منتقدا اینجا بیشتره، چون کارهایی که انجام شده خیلی بزرگ بوده و اونا باید دو چندان برند بررسی کنند که آیا واقعا آلترناتیوی بود. درست. ولی با همون بیخیالی خاورزمینی مسلمان براشون هیچ ارزشی نداره. کاملا درست. سپاس بسیار و سپاس از توجه شما همیانان ارجمند. بدرود تا فرصت بعدی.